روز موعود فرا رسید. امروز 4 تا از دوستامو میرسن کانادا. 2 تاشون لو دادن و آیدا در جریانه که دارن میان، ولی 2 تای دیگه شون همونطور که گفتم نمیدونه آیدا که دارن میان و قراره سورپرایز بزرگی بشه. خب این خیلی کمکم کرده که با هم دیگه دارن میان، چون میتونم راحت خونه رو تمیز کنم، مرتب کنم، غذا درست کنم. فکر میکنم برای اون 2 تا دارم انجام میدم. و اینکه حالا یه جاهایی میاد جلوی دوربین، چون گفتم میخوام ولاگ بگیرم مثلا بچه‌ها دارن میان و اینا، برای همین خیلی کارم راحت شده. حالا بریم یه غذایی درست کنیم که بعد از اون میرسن غذا رو داشته باشیم و اینکه تابلو نکنیم دیگه. بعد تمام سعیمو بکنم لو ندم، چون اگه اسمشون رو بیارم کار خراب شده. یه مشکل دیگه هم دارم، اونم اینه که میخوام زرش پلو مرغ برای شام درست کنم و غذای مورد علاقه آیدا. همینطوری مرغ زیاد گذاشتم بیرون، برای 6 نفر گذاشتم بیرون. اگه بخوام بیشتر بذارم شک میکنه، و چون غذای مورد علاقهشه اگه درست بشه تا تایم ناهار 100% میگه زرش پلو مرغ بخوریم، یعنی اصلا ازش نمیتونه بگذره. برای همین واقعا دچار دوگانگی شدم، باید یه غذای دیگه سری کنارش درست کنم به بهانه اینکه مثلا اون خراب میشه باید بریزیم دور و اینا، اون غذا رو بخوریم فعلا این برسه، وگرنه مرغ برای شب کم میارم. خب در مورد زرش پلو هم بهتون بگم، کسایی که آشپزی میخوان یاد بگیرن خیلی راحت اول مرغا رو تو روغن تف بدین. من معمولا توی روغنش یه دونه سیر و یه ذره رزماری و فلفل قرمز از این پرک ها حالا الان بهتون نشون میدم، از اونا میریزم. اونا رو که تف دادین بعد رب بهش آماده میکنیم، بعد این دوتا رو با هم قاطی میکنیم، میذاریم رو گاز میپزه، یه مرغ خوشمزه و جذاب. البته زعفران هم اضافه میکنیم. جلوتر بهتون میگم که اگه خواستین مهمون داشتین بلد نبودین، خیلی ریلکس یه زرش پلو مرغ مشتی درست کنید. خب تیشرت هم رفتم عوض کردم، اعصابم واقعا داشت کورت میکردیم، میومدم ویدیوها رو نگاه میکردم پر چروک، برای همین رفتم عوضش کردم دیگه. چیز چه؟ خب ما روغن رو میریزیم. خیلی ها توی پیاز تف میدن، نمیدونم توی سیر تف میدن فلان میکنم، من یه دونه سیر رو با پوست میندازم، چون دلیل اینکه با پوست میندازم برای اینکه نسوزه اون بوی سوختگیشو نده، چون مدت زیادی میخواد تو روغن بمونه. دیگه بزنید روغن بریزم، اگه سیر و پوستشو بکنید زود میسوزه، بعد روغنتون بو سوختگی میگیره، اصلا خوب نمیشه. بعد مرغا رو دونه دونه بذارین توش، سیر گازم زیاد کنید تا اینا قشنگ سرخ و طلایی و خشک مشکلشن. حالا بعضیا یه ذره زعفران هم توی روغنش میریزن که خوش رنگ‌ترش. من زعفران آخر میذارم بهش. اینم رزماری. اینا رو این هود رو روشن کردم، حالا نمیدونم صدامو خوب میشنوه یا نه، نویز کنسلینگ اینو روشن کردم. معمولا تو اینجور مواقع خوب عمل میکنه، حالا ببینیم اینجا خوبه یا نه. خب حالا تا اینا سرخ شه بیاییم بریم یه سری به آیدا بزنیم که شکم نکنه، ببینیم چه خبره، یه چند تا سوال ازش بپرسیم. آیدا جان میکروفون برای شما. سلامت چه خبر؟ خواستم حس تو بدونم، چه حسی داری؟ خیلی های اومد اینجوری. امروز دوستت داره میاد. اینجوری من نایده بودین که دیدیم. خیلی خوشحالم به خاطر اینکه تا به حال همچین حسی و منو فرا تجربه نکرد. آره واقعا. یعنی تو اون کشوری که زندگی کردیم تا حالا دوستامون نیومدن پیشمون. جدی میگم. حالا دنبال بیشتر از اینا بودیم، ولی خب یه سر دوستامون نمیان، ولی به هر حال خیلی خوشحالم. قلبم یوری تاپ داره میزنه و خیلی خوشحالم. خب همه چی نرمال گذشت خدا رو شکر. بذار ببینم مرغا نسوزه. نه عالی، فعلا داره همه چی خوب پیش میره، هیچ کاری نداره. فعلا اینا رو تو روغن داریم تف میدیم، هیچ کار سختی نکردیم، تا اینجا رو خیلی ریلکس میتونید انجام بدیم. خب یه نکته رو بهتون بگم که باید توی ویدیو حواسمو جمع کنم، چون معمولا آیدا عادت داره وقتی ویدیو میگیریم میگه ببینم تو چجوری افتادم، یه بار کنترل میکنه. همه اگه اولش چیزی گفته باشم ویدیو رو از اول نگاه کنه فکر کنم سوتی بشه، برای همین راجع به امشب دیگه کلا حرف نمیزنم تا اینکه بچه‌ها برسن. فقط اینو بگم که آخرین قراری که باهاشون گذاشتم اینه که آدرسو دادم، کد ورودی خونه رو هم دادم که میرسن خودشون کدو بزنن در باز شه بیان مستقیم بالا دم در بالا. حالا اگه برنامه‌مون تغییر نکنه، یعنی جایش لو نره. خب واسه یه نکته راجع به مرغ بهتون بگم، برای اینکه می‌خواید سرخش کنید خشک مشکل بشه، باید مرغو از این بالا جدا کنید، یعنی گوشتش رو چاقو رو اینطوری بذارین بچرخونید، اینطوری قشنگ خود گوشت رو از اون قسمت بالا جدا میکنید. موقعی که سرخش میکنید مثل مال رستوران ها میشه، اینطوری استخون صاف میمونه، مرغه میاد پایین، اینطوری میشه. ببینید اینجاها رو من جدا کردم، یه چاقو بچرخونید دورش خودش جدا میشه، دیگه راحت و خوشگل و شکیل و مجلسی میشه. خب این مرغی که بهتون میگفتم قشنگ و شکیل میشه، داستانش ببینید قشنگ از اون بالا جدا شده، حالا این الان بهتر بپزه بهترم دیده میشه. اینم مدل بزرگشه،
از اون بالا جدا میشه قشنگ و حالا به فضا قشنگ ترم میشه. خب حالا تازه میرسیم به سراغ پیاز هام. من دو مدل قاچشون میکنم چون هر دو مدل رو احتیاج دارم. یه دونه نگینی میرم، یه دونه خلالی میرم. اینا رو میریزیم ما توی روبمون رو با روب درستش میکنم. اینطوری پیازمون نمیسوزه، چون اگه با مرغ میخواستم پیازا رو درست کنم پیازا میسوختش. در اصل این پیازا و اینا رو سیرا رو برای سسمون استفاده میکنیم که سسمون طعم خوبی بگیره. اون فلفلی هم که بهتون میگفتم این فلفل است. ببینید چه جوریه؟ اینا طعم غذا رو اصلا از این رو به اون رو میکنه. شاید باورتون نشه ولی پیاز رو که جورای مختلف قاچ میکنید طعمای مختلف غذا میده. من برای همین دو مدل رو میریزم، یعنی نگینیه یه طعم میده، خلالی یه طعم دیگه میده. برای همین من دوتاشو میکس میریزم، واقعا طعم غذا عوض میشه. این دفعه امتحان کنید. فلفلمون هم اضافه کردیم، یه کوچولو هم زردچوبه اضافه میکنیم، ولی زیر گاز رو کم کنید که اینا نسوزه، وگرنه بسوزه طعم اون روبتون خراب میشه. خب ببینید پیازا هم یه ذره شل شدهش، نمیخواد خیلی سرخ بشه. یه کوچولو که شل شد میتونید روبتون رو اضافه کنید. البته این عصاره گوجه است، روب نیستش. این غذا رو خوشمزه‌تر میکنه. خب اینم از زیرش پلو مرغ. روب رو یه کوچولو که پختین، مرغا رو دیگه بذارین توش. بیشتر از این توضیح نمیدم که حوصله‌تون سر نره، چون بحث ویدیو کلا یه چیز دیگه است. حالا این وسط گفتم اینم بهتون بگم. دیگه باید خونه رو تمیز کنیم حسابی و اینکه همین دیگه بریم بچینیم میز و خونه رو تمیز کنیم. برنامه‌مون بدجوری به هم ریخته. احمد و مسی رسیدن. آیدا هم قفلی زد که بره برای سوپرمارکت خرید کنه برای نهار. از خونه رفته بیرون. من دارم بدو بدو میرم بچه‌ها رو بیارم بکنم تو پارکینگ، بیارمشون بالا. اینا هاشن باورم نمیشه. خب برم سریع بکنمشون تو پارکینگ همین الان که آیدا برسه. سلام باورم نمیشه. برو پایین بهش سلام علیک بعدن میکنیم. چطوری؟ خوبی؟ برو پایین خوش. باورم نمیشه احمد. بدوین اصلا کاری دیگه ای نکنید. بدوین بریم بالا. بیا بعدن میاریم. باورم نمیشه انقدر مک به مک. آخه چرا؟ بابا قفلی زده بود. اشکال داره بهتره. این احمد و مسی اینجا شاید باورتون نشه. نه کنید آیدا اون پایین داره برای خودش خوشحال میره، هیچی خبر نداره. نگاش کن باورم نمی، یعنی اگه ببینه این ویدیو رو دارن میرن LCBO. آیدا چند دقیقه اصلا اون توه؟ دهنت سرویز آیدا 20 دقیقه رفت توی LGBTQ LCBO 20 دقیقه اصلا تو هن. آیدا جان میگی بیا تو رو این همه گفتی بیا ناکن مهمونا رو آوردی. ببین آیده جان نگاه کن چقدر خوشحال داره راه میره تو پیاده رو. چی شد آینا؟ نگاش کن یعنی هفت دولت آزاد اینه. به این آیدا صبح مسیج فرستاده بوده، خبر نداره اینا اینجان. آیدا هم خودش این پایینه داره میادش. بیاییم بهتون نشون بدم اینا هاشه. چقدر طول میدن تا بیان باورم نمیشه. باورم نمیشه. گفتم الان سنگکوب میکنه گوش نکردیم. چیکه احمد لا ما سرویس شدیم، یعنی تا اینکه شما برسیم انقدر استرس کشیدیم. احمد راه دستشویی رو ببینه چجوری به نظرت. اوکی ساختمون بسازن یه دختر خوبم تو این طبقه باشه دیگه توش باشه. یعنی سرویس برو دستشویی بزن به نظرم. اینا چیکار می‌کنی؟ این بی دست دیگه. این مال دیزل بی دست؟ نه مال مال بی دست دیگه. بیده اون بود آب میپاشه. اینو بزنی اون چونشور. آره احمق عوضی. کدوم میزنی میبره دیگه سیفونه دیگه. اون دیگه سیفونه. آره پس دستشویی بزن اینجا به نظرم احمد. بیا ببینم آیدا چیکار کرد. نه کن این ادای آیدا ایدیشی داره.